ممنون. مسیح مقدس، چیزی جز کلام خدا من که اینجا ایستادم با ترس خدا نگویم و چیزی جز کلام خدا شما نشنوین. آمین. و روح القدس امداد کنه که خدمت روح باشه امروز برای خواهران و برادران عزیز بدن مقدس مسیح، به خصوص امروز که یه فرصت مبارکیه که وجود ارزشمند و تکرار نشدنی مادران مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیره. آمین. ولی من شخصا عزیزم بر این باور هستم که در درجه اول باید زن بودن مورد اکرام و قدردانی قرار بگیره، به دلیل اینکه در وقتی که یک زن مقام خودش و هویت خودش رو در مسیح میشناسه و جامعه و خانواده اون رو به رسمیت میشناسه، احترام میذاره، عزیزان جامعه و خود خانواده در جای درستی قرار میگیره. وقتی جامعه و خانواده حرمت یک زن رو بشناسن، هویت یک زن رو بشناسن و به اون احترام بذارن، نه فقط جامعه بلکه خانواده از فروپاشی حفظ میشه. نه فقط در نقش جایگاه یک مادر، در جایگاه یک زن خواهد درخشید و میراثی ارزشمند از خودش به جا میذاره، بلکه همینطور همین زنان در خدمات راستین و مبارک خودشون در کلیسا، چون مادران روحانی، در فروتنی، در مقام یک خادمه، در مقام یک پیرو حقیقی عیسی مسیح خداوند، ثمرات نیکو بر جا خواهند گذاشت. باور میکنین؟ آمین. که روزی برسه عزیزان، مخصوصا در کلیسای فارسی زبان، نقش پررنگتری رو از خدمات زنان اینگونه داشته باشیم و همینطور حرمتی که شایسته خادمین زنان هست در کلیسای ایرانی شاهد باشیم. متاسفانه بعضی موقعا خیلی من احساس میکنم هنوز به اون بلوغ نرسیده و چقدر نیاز داریم که این فرهنگ در کلیسا جا بیفته. امروز عزیزان در مورد یک مادر دیندار میخوام صحبت کنم باتون، یک مادر خدا ترس که یک میراثی بی‌نظیر رو از خودش به جا گذاشت، میراثی که نقش بسیار عظیمی در قوم اسرائیل داشت. و باشه که امروز به قوت روح القدس ما زنان، مادران، خادمه های خداوند از هر گذشته‌ای که اومدیم، اگه هنوز آسیب‌های از گذشته مونده، خاطرات شفا نیافته‌ای مونده در وجود ما، جا پای این زن بگذاریم. آمین. مثل یه الگو، مثل یک نمونه جا پای او بگذاریم و حرکت کنیم رو به جلو. کلام خدا زنی رو به ما معرفی می‌کنه که بسیار پرقدرت، پرشور، مثل من هر دفعه که اینو می‌خونم میگم مثل یک گل زیبا که در مرداب های این دنیا چطور رویید، با اینکه این دنیا مرداب بود برای او، خانواده او، جامعه او، ولی رایحه دلانگیزی از خودش به جا گذاشت. اسم زیبای او چی بود عزیزان؟ فکر کنم بعضی رو بشناسین، حنا، که معنیش فیض یافته، که درست زندگیش برعکس بود. حنا تصویری از یک زنی که هویت خودش رو میشناسه، از زنی که در جایگاه یک مادره، در جایگاه یک خادمه خداست به ما معرفی میکنه. داستان زندگی او رو در اول و دوم سموئیل، اول سموئیل باب یک و باب دو بعدا میتونیم بخونیم. حنا در درجه اول نازا بود عزیزان. در اون فرهنگ اون زمان نازا بودن یه لعنت محسوب میشد. همطور یک خانواده به هم ریخته داشت. شوهر او با اینکه یک مرد دینداری بود اما قانون خدا رو شکسته بود. و یک همسر دیگه اختیار کرده بود. و این اشتباه بزرگ او
باعث از هم پاشیدگی خانواده و مجروح شدن روح و روان حنا شده بود. همینطور حنا از نه فقط خانواده بلکه در زمانی زندگی میکرد که در تاریخچه قوم اسرائیل تاریکترین و بدترین زمان بود، پر از فساد اخلاقی و تاریکی اونجا بیداد میکرد. اون زمان ایلی کاهن بود، هرچند خودش پاک سرش بود، پاک نهاد بود، اما دو تا پسر داشت که کاملا از کنترل خارج شده بودن. در کلام خدا میگه از خیمه خداوند، از هدایای خیمه دزدی میکردن و در خفا با زنان خودفروش رابطه برقرار میکردن. اما دردناکترین عزیزان و بدترین فاجعه‌ای که در این دوره بود سکوت خداوند بود، که در نهایت خدا وقتی وضعیت این دنیا رو اون زمان رو اینطور میبینه خیمه عبادت رو ترک میکنه و در نهایت در بردر خیمه عبادت ایخابود نوشته میشه، یعنی جلال از اسرائیل زایل شد. امیدوارم حداقل یه تصویر کمی از حنا و شرایط او به شما داده باشم. زنی پریشان، دلواپس، زنی که گذشته یه اندوهباری داشت و هیچ آینده‌ای روبروی خودش نمی‌دید. در زمانی که زندگی می‌کرد برای او زمان حال بود، هرچی هم دعا می‌کرد به نظر می‌آمد دعاهاش بی‌پاسخ بود. تشویقتون میکنم که حتما این اول سموئیل مخصوصا تو باب 28 رو بخونید. عزیزان با این حال، با این حال خدای جمیع رحمت ها در این همه روزهای تاریک و ظلمانی داشت پشت صحنه زندگی حنا کار میکرد، داشت یک رهبری رو آماده میکرد، یک رهایی دهنده، یک نبی خدا رو داشت آماده میکرد، ولی قبل از اون داشت روی مادرش کار میکرد، داشت این مادر رو آماده میکرد. در اون زمانها بود که حنا نمیدونست که واقعا خدا داره چه معجزه‌ای تو زندگی اون میکنه، خودشو چقدر منزوی میدید، مخصوصا که هووی او هی سیخونک به اون میزد به خاطر اینکه بچه نداشت، چقدر خودشو درمانده میبینه. به خاطر همین متاسفانه شوهری هم داشت که انگار درکش نمیکرد. وقتی او گریه میکرد، وقتی افسرده میشد بهش میگفت ببین حنا برای چی گریه میکنی؟ چرا افسرده شدی؟ اصلا چرا ناراحتی؟ مگه من از 10 تا پسر برای تو بهتر نیستم؟ جلال بر نامت. واقعا یعنی یه زنی خورد شده بهش میگه به جای اینکه مثلا مثل یعقوب، مثل ابراهیم، مثل اسحاق که زناشون نازا بودن براشون دعا کنه، میگه مگه من از 10 تا پسر برای تو بهتر نیستم؟ و حنا ناچار میشه تلخی جانشو نزد خداوند ببره. در کلام خدا میگه پاشد و رفت در شیلو اونجا، و آیه 1:1-10 میگه به تلخی جان خود نزد خداوند دعا کرد، زار زار بگریست و نثر کرده گفت. عزیزان دعای او رو میخوام توجه کنیم. ای یهوه سبایوت، ای یهوه سبایوت، اگر فلواقع به مصیبت نظر به مصیبت کنیز خود نظر کرده من رو به یاد آوری و کنیزک خود رو فراموش نکرده، به من پسری بدی، به کنیز خود پسری بدی، او را با تمامی ایام و عمرش به تو تقدیم خواهم کرد. عزیزان میخوام به دعای او توجه کنی. هرگز یه دعای معمولی نبود، یک دعای پرتمطراق و طولانی نبود. وقتی این دعای حنا رو هر بار میخونم یاد کتاب جامعه باب 5:20 میفتم. میگه وقتی وارد میشی به حضور خداوند داخل میشی، مواظب باش زیاد صحبت نکنی، عجولانه حرف نزن، سخنان تو کم و سنجیده باشه. و دعای حنا بسیار ساده و بسیار سنجیده و با حکمت بود و 4 نکته تشکیل شده بود. عزیزان این تیری که قشنگ به هدف خورد. ای یهوه سبایوت،
همین یه واژه عزیزان بیانگر ایمان عظیم او و شناخت عجیب او از خداست. در تمام طول کتاب مقدس اولین جایی که خداوند این مکاشفه رو داده به یه زن معمولی و داغون، لقب خودش یهوه سبایوت، حنا بود. بعد از اون 285 بار در عهد عتیق به خصوص در اشعیا و ارمیا راجع به یهوه، اسم یهوه سبایوت صحبت شد، ولی حنا اولین بار بود. حنا عظمت خدا رو درک کرده بود و با دقت سنجیده داشت کلمات رو بیان میکرد. ای یهوه سبایوت، یعنی ای خدای لشکرها، ای خدای انبوهی از فرشتگان که دائما در حضور تو بالبال میزنن و قدوسیت تو رو میسراین. ای یهوه سبایوت، ای خدایی که پادشاه ابرقدرت زمین و آسمان هستی. وقتی خدا رو در اون بالاترین جایگاه الحق خودش، به حق خودش قرار میده، بعد میگه به کنیز خود نگاه کن، نگاه کن عزیزان، ناچیزی خودشو سه بار به کنیز خود نگاه کن، ناچیزی خودشو در مقابل اون خدای قدوس، خدای عجیب و رای، خدای عظیم الحکمت چقدر زیبا تشریح میکنه. به کنیز خود نگاه کن و یه پسر به من بده، شلوس هاست، یه پسر به من بده. خیلی مشخص میره سر جایی که باید بره. تا چی بشه؟ تا به تو تقدیم کنم، تا اینکه به تو تقدیم کنم. ای خداوند، سری حنا با خدای جمیع عهد و وارد یک عهد میشه. متوجه هستین عزیزان؟ با خدایی که عهد میبنده به جز عهد نمیتونی وارد رابطه بشی. ای خدای آسمان ها، من پسری میخوام. خیلی مشخص دارم میگم، ولی بیشتر از اینکه برای من باشه، این پسر رو میخوام برای اینکه برای تو باشه. آمین. مرا به یاد بیاور ای خدا، تا اینکه به تو تقدیم کنم، به تو تقدیم کنم. امروز روی سخن خداوند با تو مادر گرامی و عزیز گوهر بانوی زیبای من که اینجا هستی، حالا فکر کردی برای چی داری دعا میکنی؟ الان از روی صحبتم به طور خاص با مادرانه، شور و اشتیاق تو برای فرزندان چیه؟ تحصیلاتش خوب باشه؟ چند تا ساز یاد بگیره؟ ورزش خوب بکنه؟ غذای خوب بخوره؟ توپل بشه؟ قوی بشه؟ باهوش باشه؟ درس بخونه؟ این آرزوهای من بود نیست در ایام جاهلیت. وقتی بزرگ میشه یه زن صالحه، یه مرد خوب گیرش بیاد. امروز عزیزان کدوم مادره که در این روزهای تاریک دعا کنه که فرزندش چون نور در تاریکی بدرخشه؟ کدوم مادره که با تمام قلبش دعا کنه که فرزندش شاهد مسیح باشه؟ مثل سموئیل کوچک، از همون کوچکی صدای خدا رو بشنوه، در مسیح بمانه، در مسیح ریشه کنه نیست؟ یا یعنی اینکه دعا کنه خداوند فرزند منو جوری بساز که در شکست ها صبور باشه، نیست؟ در پیروزی ها خودشو گم نکنه، فروتن باشه. کدوم مادر عزیزان که امروز دعا کنه که در زندگی فرزند من نام تو، چه در ازدواجش، چه در تحصیلاتش، در هر برهه از زمان نام تو جلال بیابه، نام تو مورد تکریم قرار بگیره، تا اینکه یهوه سبایوت تو بلند کرده بشی، تو جلال بیابی، نیست؟ و ایلی
ایلی کاهن وقتی سادگی و صداقت دعای زن رو میبینه در جواب میگه به سلامتی برو، خدای اسرائیل آنچه که مصلحت کردی طلبیدی به تو داد، تمام. پس آن زن کلام خدا میگه خورد و نوشید و دیگر ترشرو نبود. عزیز حامله نشده بود ها، بچه هم تو بغلش نبود، فقط وعده گرانبهای خدا رو بهش وصل شده بود. نیست مأموریت و خواندگی عظیم او در وهله اول دعا بود عزیزان، که در خیمه عبادت تکمیل شد و او با شادی، با شکرگزاری، با ایمان خودشو در مکان تسلیم برای دریافت اراده خدا قرار داده بود. او قرار بود چیزی را خدا دریافت کنه که در فکر خدا بود و قرار بود و خدا تمایل و اشتیاق داشت که به او بده، نیست؟ یه موقع عزیزان میان خیلی با اشتیاق واقعا دعاهای ساده، میگم عزیز جان این دست خداست که داره در قلب تو رو میکوبه، این آرزویی که داری میکنی با این عشقا، این دست خداست، به دعا ادامه بده. مزمور 37، او در خداوند تمتع میبرد، لذت میبرد، چون میدونست که خداوند مسئلت دل او رو به او داده. و بعد از مرور ایام آیه 20 میگه حنا حامله شد، پسری زایید، او را سموئیل نام نهاد، یعنی شنیده شده توسط خداوند. و در باب 2 عزیزان سرودی که پر از جلوه های نبوتیه و سرشار از ستایش و سرسپردگی حناست به چشم میخوره. حنا رو میبینیم عزیزان خودش گم نکرده بود در آرزوهایی که به دست آورده بود، بلکه خودش گم کرده بود در این سرود، در وفاداری خدا، در امین بودن خدا، در محبت خدا. در باب 2 میگه دل من در خداوند وجد می نماید، شاخ من در نزد خداوند برافراشته شد، زیرا که در نجات تو شادمان هستم. مثل یهوه قدوسی نیست، زیرا غیر از تو کسی نیست، زیرا غیر از تو صخره نجاتی نیست. و در این ایام بود که حنا معنی اسم خودش رو فهمید، فیض یافته. و حنا فرصت داشت 3 سال کودک رو شیر بده. چرا 3 سال عزیزم؟ 3 سالی که هویت یک کودک شکل میگه، 3 سالی که این کودک در آغوش زن خدا ترس هویت شکل گرفت. و بعد از 3 سال حنا او رو با قربانی های فراوان به خدا تقدیم کرد. سموئیل نبی میراثی از سرسپردگی و خدمت مادری بود که بلد بود چطور دعا کنه عزیزان. ثمره مادری بود که تاینکه خود رو در دعا میشناخت. و مادران این مأموریت تک تک شماست، این اولویت خدمت شماست. مخصوصا واقعا خوشا به حال اون مادرانی که در جوانی بچه هایی در مسیح میارن. یه وقتی روح القدس یه همچی پشتیبانی هست، یه همچی کسی که در دعا هدایت میکنه، چه غمی داری؟ و تو مادر هرگز نباید یادت بره کاری رو انجام بدی که حنا انجام داد. یعنی چی کار کنی؟ خودتو فراموش کنی، نیست؟ چون همه چی دور تو نمیچرخه، همه چی در مورد تو نیست، حتی همه چی در مورد آسایش و راحتی کودکان تو هم نیست، بلکه همه چیز در مورد خدای شماست، خواندگی شماست و اهداف خدا برای فرزندان شما. شما مالک نیستین، بلکه ناظر این بچه ها هستین. آمین. و خداوند به حنا 5 فرزند دیگه داد، 3 پسر و 2 دختر که سمبول فیضه. اینجا رو هر موقعی که میخونم یاد کتاب مرقس میفتم که عیسی مسیح در باب 10 فکر کنم میگه
هر آنچه که به خدا تقدیم کنی، هر چی که ازش بگذری، نه فقط در عالم باقی بلکه در این دنیا، صد چندان چندین برابر دریافت خواهی کرد. اگه بخوام 28 باب سموئیل رو عزیزان، اول سموئیل رو براتون خلاصه کنم که سموئیل چه نتایج عالی، یعنی اول حنا و بعد از طریق سموئیل چه تأثیری روی قوم اسرائیل گذاشت. یک، سموئیل در دورانی که سموئیل زندگی میکرد، نبوت میکرد، داور بود، کاهن بود، قوم از بت پرستی دست کشیدن و به سوی خدای واحد حقیقی اومدن. شهرهایی که به تسخیر گرفته شده بود، فلسطینیان گرفته بودن، تمام شهرها آزاد شد. در تمام طول زندگی سموئیل صلح بین فلسطین و اسرائیل برقرار بود. تابوت عهد خداوند که سالها در اسارت بود دوباره به معبد برگشت و سموئیل هرگز ترک دعا نکرد و ترک دعا رو گناه بزرگی میدید. او بزرگترین داور، بزرگترین کاهن، بزرگترین نبی در تمامی آثار بود، چون که حنا برای او دعا کرد. هرچه حنا هرگز عزیزان ثمره دعاشو ندید، ولی دعای او نقش بسیار عظیمی در تاریخ قوم ایفا کرد، چون عزیزان هویت سموئیل در دامن زنی خدا ترس و دعاگو شکل گرفته بود. زنی که یک، هویت خودشو میشناخت، دو، خدای وفادار و وعده های او رو میشناخت، سه، تا اینکه خود رو در دعا میشناخت. یه آمین داره عزیزان یا نه؟ وقتی با یه کلام موافقین میگین آمین. آمین که موافقین. در یک دوران تاریک و سیاه دیگه از ما شاهد دقیقاً همین دعا هستیم. ایلیا، الان نوبت خادمین عزیزه. ایلیا خادم خدا بود. در مقابل 850 انبیای دروغین، کاهنان دروغین، زندگی خود رو به خطر انداخت و همین دعا رو کرد. در اول پادشاهان باب 18 آیه 36 میگه ای خدا مرا اجابت فرما، مرا اجابت فرما تا اینکه این قوم بدانند تو یهوه خدا هستی، تا اینکه دل ایشان را باز پس بگیری. نه اینکه الان منو جواب بدی، من جلال بیابم، بلند کرده بشم، منو به عنوان چه نبی که دعاهای من جواب داده میشه، نه، به خاطر اینکه نام تو جلال بیابه، به خاطر این قومی که دلاشون از تو کنده شده به سوی دنیا و بت‌ها رفتن، این دلها رو تو باز پس بگیری. از مهمترین کلمه در دعای حنا و ایلیا این بود مرا به یاد آور تا اینکه تو جلال بیابی. آمین. تا اینکه تو جلال بیابی. امروز تا اینکه تو کجاست؟ نه فقط در نقش یک زن، نه فقط در نقش یک مادر، بلکه در جایگاه یک مادر روحانی، یک خادم خدمتگزار مسیح. آمین که دعاهای تو، خادمی که امروز قراره برای تو دعا بشه، به عنوان خادم اینجا دست رو تو گذاشته بشه، بعد از سالها که زحمت کشیدی، باشه که در نام عیسی مسیح خداوند دعاهای تو و تاینکه های تو، این خیلی مهمه برای خادم که خودشو در معرض هر آب و آتیشی میندازه تا اینکه نام او جلال بیابه، و همینطور باشه که در خدمات کوچک با فروتنی حاضر باشین عزیزان، با مرگ‌های کوچیک و هر روزه، یکی که خادمه نه فقط یک بار بلکه هر روزه با مرگ‌های کوچیک روبرو میشه، تا اینکه چی بشه عزیزان؟ نام مسیح جلال بیابه. راستش برای خیلی از ما راحت تره که ترک خانه و خانواده و کشورمون بکنیم، بعد در آخرم بگیم خدای به من مقام شهادت بده، چون در ذات یه انسان یکم نیست عادی نمیرم، حداقل شهید بشم.
ولی میخوام بهتون بگم عزیزان، تا اینکه هر روز با مرگای کوچیک روبرو نشیم، مرگایی که هیچ کس احتمالاً نخواهد فهمید، هیچ پاگونی، هیچ تشویقی به ما داده نمیشه، تا با این مرگ‌ها روبرو نشیم ما نمیتونیم ماورای خودمون خدمت کنیم و زندگی کنیم و روی کلیسا و دنیا تأثیر بذاریم. در چنین خدمت‌های عزیزان که بدون تشویق، آزادی عظیمی میتونم بگم نهفته است که به ما قدرت میده، به خادمین قدرت میده در طول زمان که به بازی‌های اقتدار طلبی نبگیم. آمین. عیسی وقتی پای شاگردان رو در شام آخر، شاگردان رو جمع کرد و در اون شام آخر پاهای اونا رو میخواست بشوره، لباس خود رو در آورد، حوله‌ای بست، لگنی به دست گرفت و شروع به شستن پاهای شاگردان کرد. در یوحنا 13:14 میگه اگر من که آقا و معلم شما هستم پاهای شما رو شستم، بر شما واجب است که پاهای یکدیگر رو بشورید. این داره اشاره به خدمات حقیرانه و کوچک میکنه. خیلی از ما خدمات کوچک میکنیم ولی اصل در اون روح تسلیم و سرسپردگیه. آمین. و امروز عزیزان خدا شما رو برگزید. این کار خدا بود که اشتیاق در دلتون بذارین. الهیات و سالها دارین واقعا تقلا میکنین، از خیلی چیزاتون زدین بخونین تموم کنین، ولی میخوام بهتون بگم امروز شما رو خدا برگزید تا در وهله اول با فروتنی با او راه بریم. اولین خدمت ما اینه که با او راه بریم، با او در رابطه باشیم و برگزیدگی خودمون رو در طول زمان ثابت کنیم، در داشتنها، نداشتنها، غمها، ترسها، تایید شدنها، رد شدنها، برای خدا و بدنش بایستیم. آمین. تا اینکه چی بشه؟ نام مسیح جلال بیابه. ایمان دارم عزیزان، ایمان دارم هیچ کدوم ما پرفکت نیستیم، در هر ضعفی که باشیم، در هر ضعفی که باشیم، مهم اینه اگه روحیه شاگردی داریم، روحیه جوابگویی داریم که بزرگترین روحیه است برای خادم خدمتگزار. خداوند قول داده که شما رو تجهیز کنه، نعمت‌ها، عطیه‌ها مختلفه ولی روح همونه که میده. شاید با لباس یکیتون با لباس یک جنگنده، جنگجو برای خدا و مثل داوود بلند کنه. احتمالاً بعضی‌ها رو با یک لباس صلح کننده مثل سلیمان بلند می‌کنه. و یه نفر رو شاید با رده و لباس به قول برادرم سینا برنابا یک تشویق کننده. و فردی رو بلند می‌کنه مثل آندریاس که فراهم کننده باشه، مهیا کننده باشه هر اون چیزی که داره. یه نفر رو بلند میکنه با تنپوش دبوره که نبوت کنه، کلیسای خدا رو بلند کنه. و همینطور یه نفر رو بلند میکنه مثل تابیتا در اعمال باب 9، معنی اسمش غزاله. عزیزان یه نخ و سوزن داشت، کمترین رو داشت ولی همونو تقدیم خدا کرد. میگه این زن پر از اعمال صالحه بود، با همین دخت و دوست، با همین نخ و سوزن نام مسیح رو چطور جلال داد. آمین. هر قنطاری که دارین، فقط مهم اینه که واقعا با تمام ضعفمون شکست میخوریم در این مسیر، ولی در آخر هدف و انگیزمون این باشه. خواه میخوریم، خواه مینوشیم، هر خدمتی که داریم، کوچکترین بزرگترین، نام مسیح جلال بیابه. آمین. دعای کوتاه میکنم، بعد از پاستور کلیسا تقاضا میکنم که جلو بیان و همینطور خادمین عزیز که براشون دعا کنیم، دستگذاری کنیم و گواهی نامه هاشون رو تقدیمشون کنیم. بعد همینطور برای مادران عزیز در چند قسمت در دعا خواهیم بود. آمین. و هدایا رو تقدیمتون خواهیم کرد. ای خدا و شکرت که تو امروزم سخن گفتی پدر جان. ایمان دارم اون گوشایی که باید بشنوه شنید، اون قلبی که بیداره خدا و اون قلبی که تشنه و گرسنه توه،
اگه در خواب قفلت هم بوده بیدار شده، دعا میکنیم خداوند در نام پدر، پسر، روح القدس که تمام اون جلوه های اخلاقی، اون خدا ترسی، اون فروتنی که از خودگذشتگی، اون شناختی که از هویت خودش از خدا داشت مثل حنا، این روح بر مادران عزیزمون امروز قرار بگیره در اون دعا. همجور دعا میکنیم برای خادمین عزیزمون که روح ایلیا، که روح استقامت، پایداری و ایستادگی در مقابل دروغ و ناراستی بود، خداوند بر خادمین عزیز ما امروز قرار بگیره، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و عزیزانمون بگن آمین.